درود ویژه دارم خدمت همه شما عزیزان و سروران خب امروز هم تمام برنامه ما چهار بخش داریم و هر چهار بخشمون در مورد استاد شجریان هستن واقعا چهره ای که به حق شوالیه فرانسه است نه شوالیه ی ایران در این بخش در مورد خانم نرگس محمدی من قبلا افشاگری کرده بودم در مورد اتصاب قضاهایی که ایشون میکنه و خب خیلی با ما حمله کردن در مورد این خانم امروز ما بخش اول صحبت داریم تا خیلی به من گفتن شوالیه فرانسه داستانشی من قبلا در مورد اینکه آقای شواب حسینی هم این نشان شوالیه رو گرفته بود برنامه ساخته بودم عزیزا شما بزنید توی یوتیوب یا توی تلگرام رو دست یا در سایت آپارات یا در شبکه اجتماعی شوالیه ی فرانسه نشان شوالیه ی فرانسه رو دست یا امید دانا برنامه من میاد بالا حالا اینجا خانم نرگس محمدی رو میبینید ولی این آقای شجریانی که در سوم تیر 1300 93 الان 99 هیم. یعنی 6 سال پیش دیگه دم پیری داره میمیره منتها دیگه انقدر خدماتیشون داشت در راستای منافع بیگانگان سفیر انگلیس ایشون رو دعوت میکنه و ایشون بلند میشه میره در تهران در سفارت فرانسه و سفیر فرانسه نشان شوالیه ی فرانسه رو به ایشون میره و ایشون هم نیا کن چه زغمرگی شده ایشون این هم نشان شوالیه در گوشه کت آقای شجر ایشون شوالیه ی ایران نیست ایشون شوالیه ی فرانسه است برای همینم هم هست که شما میبینید رسانه های خارج از کشور چگونه دارن رویشون پروپاگاندا میکنن ولی یک سوال از خودتون نیپرسید که چرا این رسانه ها زمان زنده بودن آقای شجریان ترانه های ایشون مگه ایشون آواز ایران و فلان آقا ترانه پخش کن میدونن اگر پخش بکنن نه بینندهشون از دست میدن یک ساعت بر صدای این آدم مثلا با اون حالا چیزایی که تحلیل هایی که میزنه و واقعا گوشخراش از نظر من حداقل و خیلی ها میتونم با من مخالف باشم و نظرم اینجا تخصصی نیست یه نظر عام دارم ولی این نظر عام من فکر میکنم اکثریت بقیه که مثلا خلاف این میگن دارم فیلم میان که تو بخش اسکودیسم سیاسی اجتماعی جامعه که رفتن جلو بیمارستان جم که یک گزارش خیلی جالبی است که یکی از بخشای برنامهمونه اونجا ثابت میکنیم که حتی اونایی که دارن اشک میریزن برای آقای شجریان یعنی در تمام رده های سنی حتی اونایی که سنشون بالاست ترانه های ایشون اصلا گوش نکردن و اصلا نمیتونن گوش کنن خب کاری نداریم خانم نرگس محمدی که همسرشون هم الان در فرانسه آقای تغیزاده است و خب شما می‌بینید ایشون قبل از زندانه من ابتدا به ساکن گفتم که آقا در زندان های جمهوری اسلامی چلو کباب میدن اینا ما رو خیلی فوش دادن نمیدونم چرا به من فوش دادن حقیقت میدانی زندان های ایران گفتم که آقا وضعیت غذا خوبه تازه غذاهای سازمان زندان ها الان خود کیفیتش پایینتره ولی شما این موقعیت رو دارید که از فروشگاه یا سوپرمارکت زندان بهترین اقلام خوراکی رو سفارش بدید یا برید بخرید خب بعد وقتا دارن توی اون فروشگاه بعد وقتا ندارن سفارش میدید و یخچال بزرگ دارید تو زندان الان هم که بزنم به تخته عموم یخچال هایی که در زندان های ایران وجود داره یخساز داره ما من هنوز که تو جزایر قناری هستم یخچال هم یخساز نداره ولی در زندان هوین ما ما زندگیمون تقریبا لاکچریه ما یخچالمون یخساز نداره ولی زندانیان ایران یخچالشون یخساز داره آقا کلی به من فوش دادی آخه چرا به من فوش میدی خب این خانم نرگس پوست و استخونه قبل از زندان پوست و استخونه تازه رفته زندان اعتصاب قضا کرده آقا اعتصاب کرده این دیگه بعد دیگه بتره که دیگه یعنی دیگه قشن باید بشکنه در حقیقت وقتی اعتصاب کرده این اصلا چیزی داره. آقا چهل پنجا روز این اعتصابه نسرین میگن چل پنجا روز اینا دمشون گم چه بنیای قوی دارن اینا بزنن به تخته هر کدوم به جای زن یه رسته میان برای خودشون بنیه قوی دارن چون این آقای بگید دیگه این آقای صابر چیچی بود توی زندان ما بود و خدا صابر خدا صابر با من توی اتاق یکم بود این شش روز اعتصاب قضا کرد ریغ رحمت رو سر کشید فوت شد بنده خدا آدم بعدی هم نبود یه توهماتی بود البته این مردش بعد از 6 روز من دمتون گم یعنی واقعا شیر زنید واقعا شما مثل زنان شاخنامه هر کدوم برای خودتون یلی هستید و 50 روز هم اعتصاب میکنید ولی چیزی که جالب بود دیروز خانم نرگس محمدی در روز اربعین که اتفاقا چقدر جالب تو روز اربعین خسرو آواز ایران که تمام ترانه هاش هم مثل دوست صمیمیشون که شعراشون همه دزده بود آقای شاملو آقای شاملو تمام ترجمه‌ای که انجام داد بعدا ثابت شد که دزدیه اینا رو با سند دارم میگم که آقای شجریانم مرغ سعدش که قبل از ایشون ده ها نفر خونده بودن امروز همسر من یه توییت هم زد تو این زمینه یه تحقیقی داشت و ربناشون هم که مال جناب جواد زبیهی بود من پوزش میخوام من همیشه جواد زبیهی و با زبیل الله منصوری و قاطی میکنم اصلا بچه هم که بودم اورژانس و آژانس و اینا رو با هم قاطی یه سری چیزها رو با هم, هم همیشه قاطی میکنم یه قاسمی و سلیمانی رو قاسم و سلیمان رو هم همیشه با هم, هم, هم قاطی میکنم یه سری نامه هست واقعا من همیشه هم 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 قاطی میکنم آقای جواد زبیهی ربناشون هم که مال جواد زبیهیه اون داستان مرغ سهرشون هم که ده ها نفر خوندن این دوزی کرده یعنی اصلا این خسروی آواز ایران این داتا ترانه که تا صدا... از طریق صدا و سیما مردم شنیدن چون عمرن هیچ کدوم از مردم برن مثلا نوار کاست حالا اون موقعی که کاست بوده الان بعدم سیدی بوده الان هم که دیگه امپیتیری توی همه فضای مجازی است برن مثلا بگردن بزنن گوش کنن عمرن همین داتا هم که دزدی بوده و حالا اون مرغ سحرشون هم حالا اگر دوستان حزب رو مرغ سهر میخوام مانور بدن یک جورایی منطقیه ولی عزیزان برانداز ببینید حواستون باشه شما هر کی مرغ سحر مرغ سر میگم هر کی ایران ای سرای امیدو میخونه شما عزیزان برانداز نخونید حالا این بچه ازبالایی ها بعضی هاشون عقب افتادن اینا حامه آقای شجریان شدن ایراد نداره بذار اونا بخونن تو به عنوان یک کسی که به ویژه هوادار پادشاهی هستی تو نخون دلیلش رو قبلا گفتم برو برنامه قبلیمون ببین حداقل ایران ای سرای امیدش از دهن کسانی که هوادار نظام شاهنشاهی نخونن یه نکته هم دیدم حالا امروز برنامه زیادی دارم در مورد ایشون چهار تا برنامه دارم شاید این صحبت ها و مقدمه ای که دارم میگم توی برنامه های بعدی هم تکرار بکنم چون نیازه یه نکته دیگه هم دیدم که خانم فرای دیبا به همسر آقای شجریان تسلیت گفتن خانم فرای دیبا خب این که آقای شجریان با شما همیشه هش نش داشتن توی داستان هنر شیرازه اینا رو کاری ندارم فقط برای آگاهیتون بگم به همسرانشون باید شما تسلیت بگید تو رو خدا فرق نذارید بعضی هم اومدن برای من از هوادارانشون که چون خیلی دو آتیشه آقای شجریان رو دوست دارن به دو من حمله کردن که آقا چه اشکالی داره آن طرف ازدواج کرده فهمیده که با این خانم نمیتونه کنار بیاد طلاق داده زن دوم گرفته ببین خیلی بده به عنوان هوادار استاد شجریان که رگ گردن تو میکنی به من فوش میدی ندونی که استاد زن اولش رو طلاق نداد یعنی زن اولشون حاضر نشد طلاق بگیره رو زن اولشون بدون اجازه زن اولشون با مافیا و پولی هم که دادن به چند تا آخون زن دوم رو آوردن رو سر زن اول یعنی آقای شجریان همین الان که فوت کردن دوباره ازدواج کردن تا الان هم کسی رو طلاق ندادن بنابراین درسته که بگیم آقا ما به همسران آقای شجریان باید تسلیت بگیم این هم برای آگاهی خانم فرای دیبا و به ویژه برای خیلی عظیمی از هواداران آقای شجریان که چون استاد خیلی دوست دارن خیلی خوب ترانه های آقای شجریان رو مثل بلبل حفظن جون امشون و خیلی خوب هم از زندگی شخصیشون اطلاعات و آگاهی دارن خب بگذریم خانم نرگس <applause> خدایا یعنی من چرا باید توی یک زمانی این صد از اسکولیسم سیاسی واقعا میمونم و خب خانم نرگس محمدی اومد از زندان دیروز آزاد شد خب اینه که واقعا این نیل و قیلیونی قبل از زندان گفتم خب اعتصابم کرده یه روز این دیگه بعد مرده باشه این آزاد شد و ترانه همون مرغ سهری که قبل از آقای شجریان ده ها نفر خوندن ترانه دوزی آقای شجریان مرغ سهر رو خوند در داستان این که مثلا ما داریم حالا پس چیز میکنیم ازداری میکنیم و این ازداری, سیا... ازداری سی... سیاسیه از در حقیقت میخوایم یه جورایی ضد نظام کار کنیم مرغ سهری هم که خود صدا سیما بارها پخش کرده این خانوم خوند و بعد ما دیدیم این خانوم که خب اینم قبل از زندانشونه میبینید دیگه چقدر لاغره میبینید منتها دیدیم داریم میتره که اینجا این خانومه چاق چاق حالا من فیلمش هم دارم فیلمش رو مثلا یه دقیقه با هم ببینیم چاله حالا, حالا میخوام صدای مرغ سر نذارم چون اصلا این صدای شجریان هم گذاشته اینا نمیخوام حالا بذاریم ایراد نداره بذار صداشو گوش کنیم بذارید یه دقیقه بذارم نگاه کنید بله ببخشید من صداشو قطع میکنم چون صداشو اصلا رو اعصاب منه شما نگاه کنید خانم داره میترکه این خانم همون خانومیه که شما دیدید که انقدر لاغر بود بعد میگن آقا این تازه 40 50 روزم اعتصاب شده شونه من اولین زندانی هستم بعد از دوران جمهوری اسلامی انقدر شرف و انقدر جرأت و شهامت داشتم بگم در وضعیت قضاها در زندانهای جمهوری اسلامی بسیار مطلوبه فکر میکنم ثابت شد به اونایی که یه خورده شد به حرفای من شک داشتن یا تو توهماتشون فکر میکنن این آخوندا آب از دستشون میچیکه بعد به من مثلا توی خارج از کشور اونم جزایر قناری منو دارن ساپورت مالی میکنن بعد این همه سیستم های امنیتی که اتفاقا رو کارهای منم زومن اینا هم خبر ندارن اینا و من فکر میکنم این یه خورده دیگه بعضی که اینجوری فکر میکنن چقدر نگاهاشون ساده است نه آخوندا آب از دستشون میچه که نه من اهل پول گرفتن از سیستم یا حکومت یا دولتی هستم نه اینکه دولت های این ور اجازه میدن کسی به من پول بده به این شکلی که شما دارید میگید خب بنابراین این حقیقت میدانیه این خانوم لاغر مردنی رفته زندان چاق و چله اومده بیرون که ازدادی کنه برای استادش و تداوم ببخشه به اون اسکولیسم سیاسیش این هم هیکلش خودش هم با بچهاش نمیخواست صحبت کنه در مورد این خانم برنامه ساختم و خیلی جالب بود که من یه تصویری هم درست کردیم که اینو من بهتون نشون بدم که یه خود حالشو ببرید اجازه بدید که من این تصویرم نشون بدم این تصویر بله این خانم قبل از زندان بعد از زندان. میخوان چاق و چله بشن میتونن برن در زندان های جمهوری اسلامی انقدر چاق و چله تازه این خانم قبل از زندانش تو خونه زندگیش بوده یعنی یک دلیلی که خیلی از اینایی که به نظر من مبارزه میکنم با جمهوری اسلامی بابت اینه که جمهوری اسلامی اینا رو به زندان انقدر زندگی اینا سگیه وقتی که خودش بوده هیکلش این شده یعنی اون آقای تغییر داده اینا خب اینا وضعی مالی خرابی هم دارن خیلی چون اینا اهل کار کردن نیستن پول در بیارن زندگی خوبی داشته باشن این آقای تغییر داده خانم نرگس محمدی به جای که زندگیشون رو بسازن افتادن دنبال همین مسخره بازی ها و حالا یه چیزی هست میگن بالاخره از این بازی کلک بازی ها و این وضعیت زندگیش خودش داتا بچه هاش که حالا ایشون تو ایران میگیم زندان و اینا داتا بچه هاش توی پاریس هم شما میبینید که واقعا من احساس کردم که سوی تغذیه دارن و واقعا فش... علاوه بدنی و علاوه جسمی احساس کردم انقدر اینا گشنگی دارن میکشن که اوضاعی بسیار نابسامانی دارن اما مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی تو زندان هم اصلا معروف میشن این رسانه ها یه پروپاگاندایی میکنن اینا هم یه چیز درست حسابی میخورن دیگه این خانم رفته زندان اتصاب کرده من به نظرم جمهوری اسلامی ایشون آزاد کرد که اگر ایشون ترکید تو زندان از های زیاد یک زمانی در حقیقت مرگش گردن جمهوری اسلامی نیفته که ایشون هم آزاد شده حالا خسروی آواز خسروی آواز میکنه و در اون راستا داره میره این صحبت رو دوست داشتم در مورد این خانم داشته باشم و با اجازه شما این بخش رو برنامه رو میبندم به نظر من چون میخوام برنامه کوتاه باشه برنامه امروز ولی به نظر من یک مقدار یک تلنگری دیگه با همدیگه بیاندیشیم آقا من دروغ میگم زندان ها وضعیتش خوبه خب این شرایط رو شما نگاه کنید خانم نسلی اسمو پنجاه روز اعتصاب ببینی اینا به نظر من شوخی دیگه حالا پنجاه روزی چی شما ها تو خونهتون چلا هکس ست گشنگی بکشید ببینید چجوریه به عنوان مردارم دارم میگم که دفاع میکن، به عنوان یه مرد چلا هکس ست اعتصاب کن تو خونه چی نخور ببین چه اتفاقی برات میفته این میشه پنجاه روز ببین عقل خیلی چیز خوبیه ولی متاسفانه پمپاژ اسکولیسم دارن در جامعه ایجاد میکنن به نظر من تصویر خانم نرگس محمدی به تنهایی خیلی حقایق به ما نشون میده که قبل از زندان لاغر مردنی رفتی زندان حالا اینجوری حالا میای برای آقای شجریان داری عزاداری میگیری این یک داستان نیست که به نظر من شجریان هم همینطور خانم نرگس ما هم و همه این پکیج فقط و فقط دارن تداوم اسکولیسم سیاسی رو ایجاد به هر روی قربونتون برم این بخش برنامه رو میبندم امیدوارم که این بخش برنامه مفید بوده باشه حالا در بخش های دیگه در خدمتتون هستم پاینده ایران بدرود